مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که احمد جواد رسولی و عبدالحق حمیدی خبرنگاران خبرگزاری گردش اطلاعات توسط طالبان آزاد شدند این مرکز در بیانی ای از رهای این دو خبرنگار استقبال کرده و گفته است که بازداشت آنها غیر قانونی بوده و آزادی آنها نباید سلب شود رسولی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که او و حمیدی حوالی ساعت هشت شنبه شب آزاد شدند با هم گزارش فاطمه موسوی را ببینیم احمد جواد رسولی صاحب امتیاز و عبدالحق حمیدی مدیر مسئول خبرگزاری گردش اطلاعات پنجشنبه هفته گذشته بازداشت شده بودند اما اکنون خبر رسید که طالبان دو خبرنگار افغانستانی یاد شده را پس از سه روز بازداشت آزاد کرده است. طالبان درباره دستگیری و رهایی این دو خبرنگار هنوز چیزی نگفته است. طالبان اگرچه قبلا گفته است که به فعالیت آزاد رسانه ها و خبرنگاران متعهد است، اما نگرانی های فزاینده درباره ایجاد محدودیت ها بر فعالیت رسانه ها و بازداشت خبرنگاران توسط طالبان وجود دارد. در بیانیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده از این مرکز در سال 2023 میلادی 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل 61 مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در دسامبر 2023 با انتشار گزارشی افغانستان، ویتنام و روسیه را طاقت فرساترین کشورها برای خبرنگاران خواند و گفت که خبرنگاران برای افغانستان به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می شوند. این سازمان همچنین گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست 2021 فشار بر رسانه ها افزایش یافته و خبرنگاران مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفتند. بر اساس آمار این سازمان حداقل 21 خبرنگار طی سال گذشته میلادی 2023 در افغانستان بازداشت شدند که سه نفر از آنها هنوز در زندان طالبان به سر میبرند. زبیه الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که رسانه ها در افغانستان با آزادی کامل بر اساس ارزش های اسلامی و راهکارهای قانونی فعالیت می کنند. مجاهد فشار بر رسانه ها را رد کرد اما مجازات رسانه ها را که به گفته او علیه منافع ملی کار می کنند تایید کرد.